درود به همه تان، شنبه روزتان بخیر. مجله صبحی است. من مریم خراسانی هستم. برنامه ما ساعت 9 آغاز شد که در آغاز برنامه بسته خبری که حاوی مهمترین و داغترین اخبار افغانستان و جهان بود تقدیمتان شد و برنامه مجله صبح تا ساعت 10 ادامه داره. امیدوار هستم در برنامه با ما باشین. دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم با ما و مهمان برنامه ما شریک بسازین. امروز مهمان من لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند که هنوز در برنامه حضور پیدا نکردند. ما در تماسی که ما امرشان داشتیم و زودترین فرصت میرسن و در برنامه به شما پاسخگو میباشند. بحث ما در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان است. چرا در افغانستان همیشه در برابر زنان خشونت میشه و زنان مورد خشونت قرار میگیرند؟ در این مورد میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم. با وجودی که 25 نوامبر روز جهانی مبارزه در برابر خشونت در برابر زنان یا علیه زنان بود و وزارت زنان هم اعلام کردن که 15 روز در این مورد کمپاین دارن در سراسر افغانستان تا آگاهی عامه در این مورد بالا ببرن، شما به باورتان چرا در افغانستان بانک نهادهای زیادی به نام زنان کار میکنه اما در وضعیت زنان تغییر آنچنانی نیامده است، بخصوص در ولایت های دوردست افغانستان؟ آیا کار صورت نمیگیره و یا خیر؟ امروز فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط است. سلام به شما، بفرمایید. سلام به شما، تماستان وصل است. خدا معرفی کنیم، بفرمایید. سلام، خوب هستید؟ سلامت باشید. سلام به شما. بله، سلام، خوب هستید؟ سلامت باشین. شما میشه حرفتان ادامه بدین، ما صدای شما رو داریم. تشکر، زنده باشین. نه البته من هر روز هستم، آبزن که کندوز تماس گرفتیم. از ولایت کندوز؟ بله. درست، بفرمایید. بله، صدای شما رو داریم، منتظر مشکل شما هستیم که بشنویم شما چی مشکل دارین یا پرسش یا دیدگاه. به خاطر وضعیت زنای افغانستان شما میخواین که بشنویم از خود زنها، چون که خشونت علیه زنها در ولایت کندوز زیاد است دیگه. او مثلا ازدواج های اجباری در ولایت کندوز زیاد است که در سند امیال مکشن لیت خدا میبینم که دختر 30 ساله و نمزاد شده در بدل پول دیگر، یک دختر 7 ساله نمزاد شده در بدل مثلا برای کار میگه چی میگه. این خشونت حالا که زمان زیاد است در ولایت کندوز دیگر. بله، ممنون که در برنامه اشتراک کردید. کاربار به حساب زنان حق ندارن که کار کنن، اجازه نمیتن. اگر بعضی فامیل های اجازه میتن هزار حضیت میشم در دفترهای شخصی که من چون ثبوت دارم و خودم در یک دفترهای شخصی رفته بودم که به شمال کار از من تغذیه های نامشروع شد دیگه. هیچ اجدان یک مسلمان قبول نمیکنه که یک مسلمان دیگه از تعبیر نامشروع کنه، چون ما همه باید اگه بفهم ما همه خواهر میدرستیم. بدون شک خودت فعلا هم کار میکنی و یا کار ترک کردی؟ نفهمیدم. خودت گفتم فعلا کار میکنی یا کار ترک کردی به دلیل اینکه اذیت میشی؟ من به خاطر این کارم ترک کردم. در دفتر ریاست مهاجرین ما کار میکردم، چون از اونجا از خودم دفتر ریاست مهاجرین از مامورش در متقاضای نامشروع کردم. ممنون خودت که در برنامه اشتراک کردی. از ولایت کندوز بیننده عزیز حتماً در این مورد از وزارت مهاجرین هم کسی را می داشته باشیم تا در این مورد وضاحت بدن. امروز هم مهمان ما لطیفه سلطانی به شما پاسخگو خواهم بود. بیننده عزیز، شما هم فرصت دارین، میتونین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان با ما شریک بسازین. مهمان برنامه ما لطیفه سلطانی هستند که هنوز در برنامه حضور پیدا نکردن اما در برنامه تشریف میارن و به شما پاسخگو هستند. بیننده ما وایسودین از کندوز به تماس شدن. وایسودین عزیز سلام. بله سلام علیکم خواهر عزیز، از صبح بخیر برای شما دارم، از صبح بخیر هم برای همکارای عزیزتان دارم. خدا کنه یک صبح خوش و خوبی را آغاز کرده باشه با جمع همکارای عزیزتان و تشکر از برنامه زیبای شما. ممنون. و ما خواستم اگر دوباره زنان بسید شما میبینید الان اخوار مستندی زنگ زده بود که برای رفع مشکلات ها
شما به مبارزه بکنین، برابر همه تا مردا معرفی بکنین، همه تشکر که از شما خواسته های غیر نامعقول دارن، شما داره باید معرفی بکنین به دولت که از اینو از مکمی درست داشته باشین که دیگر روی زنها سعی نکنن و زنها را به چیش بخارت نبینین. اینو زنها زنهایی هستن که در افغانستان واقعیت اینا کار کردن، قابل قدر هستن. ببینید امور زنان واقعا راست میگن، اون پولایی که در افغانستان در برابر این زنا کمک شده بود اونا رو جرمه همه بود، نه یک بانگردی بر اینا شد و نه کنه مشکلات این زنا بیچاره را کسی گوش کرد. شما ببینید در مثلا قشلاخ ها و دیات های ما دور رست های ما زنا هیچ سوابقی ندارن از حقوقشان و هیچی هم برشان نگفت و چهار تا پنج تا زنا که در شهر زندگی کردن و اینا همه خواه میدن و مشکلات های مردم خواهده لا خوار ما که الوسط مهاجرین زن گرده ما تا حال افرای الوسط مهاجرین از طرف امیر رسانه های زمان شکایت کردیم که بله مشکلات آزار از ذات زنا، مشکلات حق مردم خورده نه، از مشکلات بسیار زیاد در ریاست مهاجرین، اما کسی حرف ما را گوش نکرد، کسی حرف ما را گوشش نگرد. شما بینید که من فقط در ریاست مهاجرین که خوارم وقت نیال برطانگو موقعیتا هست کسی در قسمیر درخواست نمیکنه ریاست مهاجرین و بنام گناگنا در اونجا بر از مردم پول میگیرن و زنها را از ده کنن و در خانه های زنها دروازی مردم میاین بخاطر کمک و همکاری و زنها خیلی مشکلات های دیگری میداشته باشن این ریاست مهاجرین و این مثل زنها در کجاست سزار بکشن برای مردم نشان بتر به جهان نشان بتر که همه تا آدم های بیوندگار، همه تا آدم هایی که میخواد که مردم خراب بکنن، میخواد افغانستان خراب بکنن بگیرن زخمش بگیرن جهت برشن بتن و ما برای این صدا میکنیم که خوارای عزیز دو سبادست هم بتن و زیر پوشار هیچ کس نرین و زیر پوشار رسیتان باشن دردی کار میکنیم و زیر پوشار دولتتان برین و فکر بکنیم به نفس خودتان، حقوق خودتان از شما باید از مردم خواهان باشین و بخواهیم و حق رقم میشه و هر طریقی که میشه هر مشکلات رو که قبول میکنیم بکنیم اما حقتان رو بخواهیم. مثل این آدمی که واسطی که در ریاست مهاجرین کار میکنن نقص بسر این تا آدم هایی که در ریاست مهاجرین کار میکنن وای آدم خوار مادر دارن، برادر خوار دارن، زن دارن، همه چیزن سن حقوق یک زنی که میزنه فارمال میکنن نلت بسر همه تا آدم و نلت بسر همه ریاست مهاجرین که همه که پیست فشار در اینجا نگاه کرده. وایسودین عزیز، وایسودین عزیز صدای مرا داری؟ بله بله صدای کنم خوب صدا رو. عزیز با باور خود چقدر نیاز است که آگاهی آمه بالا بره تا مردا هم از این حقی که قرار است خانم‌ها داشته باشن یا از حقوقشان برخوردار شوند. بگیرید از این طریق من که شما صدا میگیرید که فقط حقتان رو بخواید، حق برای شما خدا داده و پیغمبر تیم قائل شده برای شما. ممنون خدا که در برنامه اشتراک کردی وایسودین عزیز. حرفای خودت حتما با مهمان ما هم در میان میگذاریم. در ادامه برنامه با ما باشین، میان برنامه میگیریم برمی‌گردیم. ادامه برنامه مجله صبح است. تشکر میکنم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستن که ایشان تشریف آوردن و حاضر شدن به گونه زنده حرفای شما را بشنوند و به شما پاسخ گو باشن. بس ما در رابطه به این است که خشونت در برابر زنان در افغانستان چرا وجود دارد و در کل وضعیت زنان شما در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و در این راستا چه کارهایی باید صورت بگیره؟ فرصت دارین میتونید دیدگاه ها و پرسش هایتان با خانم لطیفه سلطانی در میان بگذارین. خانم سلطانی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. معذرت میخوام از اینکه کمی خواهش میکنم بیننده ماری خط است، با اجازه شما اولین تماس البته بعد از حضور شما در برنامه پاسخ میگیم. سلام به شما، بفرمایید. سلام علیکم، ما در ولایت فاریاب شما را زحمت داریم. بفرمایید، خواهش میکنم. وضعیت زنان را در افغانستان بسیار خوب نمیبینیم. در این وقتا بسیار میگه زنان از حقوق بشر خوب برخوردار نمیباشن، هم توسط افراد، هم توسط فامیلایشان، توسط میگه ولایت کم میشن و دیگه
در اثر نقاط افغانستان که زیر اثر مخالفین مطالعه هستند، اینا وضعیت خوب ندارن. دیگه حقوق بشر همیشه در بالای زنا تطبیق خوب نمیشه. طالب ها لطکوب میکنن و همچنان میگن که شما با ایجاب باشین. و طالب ها همچنان میگن که شما باید از چادری استفاده بکنیم. واقعا حقوق زن در زیبای دین اسلام بسیار خداوند عالی فرموده. تمام زن ها باید دارای حقوق مساوی باشن، زن و مرد، و که تمام زن ها به تمام خانم ها احترام شدن. ممنون شما، ممنون که در برنامه با تماس شدین و نگرانی خودتان با ما در میان گذاشتین. روز شما خوش. خانم سلطانی، 25 نوامبر روز جهانی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان بود و 16 روز هم قرار است در این مورد کمپاین صورت بگیره. برنامه شما چی بود؟ مریم جان، 25 نوامبر فرصت بسیار خوب است برای کمیسیون حقوق بشر و نهادهایی که در این رابطه کار میکنن. اگرچه خب ما یک بخش جداگانه ای را در کمیسیون به نام بخش مد انکشاف حقوق زنان افغانستان ایجاد کرده کمیسیون و این بخش در طول 365 روز سال تمام روزها مصروف مبارزه با خشونت علیه زنان هستند، از ثبت قضایا گرفته تا رسیدگی و پیگیری قضایا در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان، برنامه های ارتقای ظرفیت برای مردم افغانستان در رابطه با حقوق بشری زنان. اما 25 نوامبر که از 25 شروع میشه تا 10 دسامبر 16 روز کمپاین هست و در این 16 روز زیادتر کارهایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه کمیسیون انجام میده، تا اینکه از این طریق ما کوشش کنیم که یک اطلاع رسانی همگانی داشته باشیم. و این فرصت بسیار خوب است. خشونت با وجودی که یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی زنان افغانستان هستند، اما متاسفانه پدیده فراگیر هست که باعث محدودیت های زیادی در زندگی زنان افغانستان شده. این دسترسی محدودی به تعلیم آموزش، به حق کار، فعالیت های اجتماعی فرهنگی و این متاسفانه مشکلات از محیط خانه شروع میشه. از تبعیض بر علیه زنان و مردان در محیط خانه شروع میشه. زمانی که یک طفل دختر با طفل پسر ما بادی چشم نگاه بکنیم، با او نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم و این میخوادش یک خشونت است. هم در قسمت مکتب رفتنش، در قسمت از یکی جوان میشه، تصمیم گیری های خانواده بین زنا تبعیض وجود داره و همه که اگر به مکتب بره صنف 12 تمام بکنه، باز ما دلهوره داریم به یکی نباید دانشگاه بخونه چون دختر است و جوان شده. اگر دانشگاه بخونه باز اجازه کار برش داده نمیشه، مگر چون دختر هستی و خانم هستی نشه که باعث بدنامی ما نشه. یعنی در افغانستان خشونت علیه زنان متاسفانه واقعیت انکارناپذیر هست. مدت زمان بسیار طولانی کار داره تا با این مسائل مبارزه صورت بگیره و از بین بره، ولی تغییرات خوبی را ما و شما در جریان 16 سال میبینیم. این آمارهای خشونت که هر روز ثبت میشه، اینا فقط واقعیت هایی است که برملا میشه، گفتگو میشه، یعنی چیزی تازه نیست در افغانستان که ما بگیم که چون زنان نسبت به حقوقشان آگاهی یافتن نه خشونت آغاز کردن، نه خیر، یا فقط نسبت به حقوقشان آگاهی یافتن، تجربه پیدا کردن، صدا میکشن و یک واکنش نشان میدن در برابر بدرفتاری های خانوادگی که از جمله حقوق مسلمشان هستن و باید اینا به عدالت رسی پیدا بکنن و یا در یک فضای کاملا آرامش و زندگی انسانی زندگی بکنن. و ما امیدوار هستیم که مردان افغانستان به حقوق زنان احترام بکنن و کم کم کارهایی که در این زمینه صورت میگیرن زمین باورمندی مردهای افغانستان به حقوق زنان مساعد میسازه. گرچه که محدودیت های فرهنگی متاسفانه هنوز هم هست، عرف عنانات ناپسند، اما قسمی که خواهر ما از قبلا ولایت کندوز هم اشاره کرده بودن که ازواج های زیر سین وجود داره هست، یک واقعیت است. شما قضیه فاریاب شاید شنیده باشین که یک دختر بسیار خردسال با یک مرد که در یک فاصله سنی بسیار زیاد قرار داشتن، اینا ازدواج کردن در شب عروسی از اثر مقاربت جنسی متضرر شد و متاسفانه بعد از چند روزی از بین رفت. و این مسئله واقعا یک بحران هست در زندگی زنان افغانستان. نهادهای حقوق بشری دادخواهی هایشان همیشه ادامه خواهد داد و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان در قبال تعهداتی که در زمینه داره اینا متعهدانه و آگاهانه عمل بکنه و در این راستا هنوز هم راه درازی در پیش هست. اما این به این معنی نیست که ما آرام بشیم و یعنی ناامید باشیم که کارهای ما، تلاشهای ما
نتیجه نمیده. نتایج شما و شما میبینیم و خوشبختانه باز هم اینمی باعث تشویق ما و باعث امیدواری ما شما هستند که امروز زنان صدا پیدا کردن از طریق رسانه ها. صدایشان را میرسانن. امروز زنان با حقوق سیاسیشان دسترسی پیدا کردن. زنان تلاش دارن که نسبت به بدرفتاری هایی که در درون ادارات بر علیشان صورت میگیره هم جرأت پیدا کردن و این مسائل اینا از مجراهای قانونی میخواین که مورد رسیدگی قرار بگیره و یک تغییر عمده هستند که در زندگی زنان افغانستان ما و شما میبینیم. شاید در بعض نقاط افغانستان مشکلات وجود داشته باشه، اما ما شما در شهرهای پر جمعیت افغانستان، در جاهایی که امنیت نسبی حاکم است، میبینیم که دختر که 16 سال پیش ما شما برای مکتبش دادخواهی میکردیم که والدینشان باید تشویق بکنه اینا مکتب بخونن، امروز ما شاهد هستیم که اینا از پانتون فارغ میشن. و امروز ما شما زمانی که اعلان کمیسیون اصلاحات اداری رو میشنویم، میبینیم که ده ها دختر برای کار در یک اداره ثبت نام میکنن و اینا امتحان میتن و حاضرن که کار بکنن. یعنی نسبت به حقوق سیاسیشون هم آگاهیشون بلند رفته و شعور سیاسیشون هم بالا رفته، آگاهی های سیاسیشون هم بالا رفته و این مایه افتخار و امیدواری هست. ممنون شما خانم سلطانی. با اجازتان یک تماس پاسخ میگیم. بینده ماری خطا، سلام به شما، بفرمایید. شما سلامت باشین، بفرمایید. بخیر باشین. محمد عمران هستم، از نجران به تماس شدید. خیلی خوب، بفرماین، منتظر دیدگاه شما هستیم. سلامت زنده باشید. کاش زحمت نشد بردان نماینده وزارت زنها و وزارت حج و اوقاف هم ایمان برنامه تامیم و سوالات داشتیم از اونا پرسان میکردیم. از وزارت حج و اوقاف پرسان شده که به خاطر آگاهی من خشونه داله زنها چی کار یا کده؟ از این ها مصارف گذار شده که یا در پایی داره کمیسیون حقوق بشر، وزارت زنا، کارهای محسوسی از جهت چی است؟ ما نمیتونیم چند تا خانمی که در یک رسانه و در یک ریاست دفتر و در اینا کار میکنن میار قرار بدیم که اینا در رفاه و آسایش هستن. این مدرافا ما خو انسان هستیم، مسلمان هستیم، درک میکنه میفهمیم چی وضعیت جریان داره اینجا. خانم ها تمام امتیازات و چیزایی که برشان دین داده، اسلام داده، حقشان از محروم هستن. سرن میبره ما به عنوان یک جوان. اگر تشکر از برنامه تا مصار برنامه خوب است. زنده باشین. شما سلامت باشین. ممنون که در برنامه اشتراک کردین و دیدگاهتان با ما شریک ساختین. هرچند اونا میخواستن از وزارت حج و اوقاف یا نماینده وزارت زنان رو داشته باشیم، دیدگاه شما در مقابل حرفای بینده ما چیست؟ برادر ما موضوع بسیار خوب را اشاره کردن. اینا به این باور بدن که ما فقط خوشبین هستیم که چند تا خانومی در رسانه ها کار میکنه یا چند تا وکیلی نماینده زن در پارلمان داریم یا یکی دو تا سفیری ما در بیرون از افغانستان از میان زنان داریم. اینا یکی از دستاوردهای چشمگیری هستن قابل دید که زن مردم افغانستان میبینن. اما ایر متوجه باشن که کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه تقریبا 4.5 در حدود 5000 مورد خشونت علیه زنان ما ثبت میکنیم. ما از طریق 8 زون صحوی و 6 دفتر ولایتی خود که دسترسی ما هم در تمام نقاط افغانستان محدود است، چون بودجه ما هنوز هم در بخش پروگرام جانب دولت افغانستان تمویل نمیشه. با وجود که کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی و پیش بینی شده در قانون اساسی افغانستان هستند و دولت افغانستان مکلف هست برای ای که کارهایشان موفقانه انجام شوه و کمیسیون به عنوان یک نهاد همکار همراهشان، به عنوان یک نهاد ناظر همراهشان باشه و دریافت های نظارتی خود برای طرح پالیسی ها و برنامه های دولت برای کمیسیون برای دولت ارائه بکنه، این مسئولیت و مکلفیت دولت هست که کمیسیون از هر لحاظ تمویل بکنه تا ما بتونیم در تمام نقاط افغانستان دسترسی پیدا بکنیم. نخیر، در سالهای اخیر یک مقدار بودجه در بخش ساختمانی و در بخش تدارکات به کمیسیون کمک کرده، اما در بخش پروگرام ما هنوز هم مشکل داریم. از جانب دولت افغانستان حمایت کافی تا هنوز دریافت نکردیم. با توجه به امکاناتی که ما از بعضی نهادهای بیرونی دریافت کردیم، ما یعنی تمام نقاط افغانستان هنوز هم تحت پوشش
قرار ندادیم و سالانه هزاران زنی که به کمیسیون حقوق بشر افغانستان مراجعه میکنه در ولایت پر جمعیت افغانستان قضایا بالای 85% مورد رسیدگی قرار میگیره و این نسبت به 10 سال پیش تغییر قابل ملاحظه یافته. یعنی در سالهایی که ما از 10 تا خانم شاکی بیشتر نداشتیم، کارها صورت گرفت، آگاهی صورت گرفت، کمپاین ها صورت گرفت. یعنی می کارهایی که ما شما هر روز از طریق رسانه انجام میتیم، یک تعداد فکر میکنن که برایشان خیلی تکراری و خسته کن شده، اما این برای یک تعدادی که هنوز هم نشونیدن صدای حقوق بشر و صدای زنان بسیار مفید است. بنابراین کارا باید ادامه پیدا بکنه. شما خانم سلطانی با اجازهتان یک میان برنامه میگیریم، در ادامه برنامه با ما باشید. ادامه برنامه مجله صبح. سپاسگزار هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بحث ما در مورد خشونت در برابر زنان در افغانستان و اینکه شما وضعیت زنان در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین. با عنوان شهروندی که در این سرزمین زندگی میکنین، میشه دیدگاهتان با ما شریک بسازین. راه های تماس با ما 0791-66-54. اگر تماستان برقرار نمیشه، سری به نشانی فیسبوک ما بزنین، اونجا دیدگاهتان با ما شریک بسازین و یا مگر دوزشتین پیام بگذارین. بیننده ماری خط است. سلام باشم. بله. سلام باشم. بفرمایید. سلام خواهر عزیز، دکتر احمد جامیریستم از کابل به شما تماس شدیم. سلام و احترامات با مهمان حضور. سلامت باشین دکتر صاحب، خوشحال هستم صدای شما رو در برنامه دارم. بفرمایید. فقط خواهر عزیز، درباره حقوق زنان، چون اسلام یک دین کاملترین دین ادیان هاست و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که بهترین شما خوشخلق‌ترین شما، بهترین های شما خوشخلق‌ترین شما است و از آن که هم بهترتر و خوبتر در نزد پروردگار کسانی هستند که با همراه زوجه های خود رفتار و دارای اخلاق نیکو باشند. اسلام یک دین کاملترین دین ماست که بر ما شما یک رهنمود خاص درباره حقوق زنا بر ما بگذارد. متاسفانه جای تاسف ما اینمی است که در افغانستان محدودیت و مزدودیت صرف به خاطر زنها به یک موضوع محدود شده که زنها شوهر میگیرند و مردها خانم. فقط حقوق از یا برآوردر در فامیل اینمی است که او شوهر گرفت عروسی کرد و ای خانم گرفت عروسی کرد، حقوقشان در بالخصوص در جامعه افغانی و در جامعه اسلامی بالخصوص در افغانستان هیچ حقوق برآورده برای خانما نشده و جای تأسف اینمی است که در حضور عمر 45-50 سال عمری که ما داریم، هر نظامی که در گذر بوده و یا تیر شده و یا میآید، متاسفانه که متاثرترین ما قشر زنان ما بوده. باز هم فقط از تلویزیون یک بسیار خوش بودم که اتو برنامه پر مفهوم و پر افتخار برنامه از آخر. تشکر شما. ممنون شما دکتر صاحب که در برنامه به تماس شدین، دیدگاهتان با ما شریک ساختین. میخواییم کوتاه دیدگاه شما رو در رابطه به حرفای دکتر صاحب داشته باشیم. تشکر از جناب دکتر صاحب. موضوع خوب را اشاره کردن، مسائل دین بود که سفارشات دین در مورد حقوق زنان بسیار واضح هست، اما متاسفانه خوب برداشت ها امروزه نسبت به دین، برداشت ها کاملا متحجرانه و بسیار سطحی است. در هیچ جای قرآن شما ندیدین که در رابطه با حق تحصیل موضوع خلقت گفته باشه یا ایها الرجال. همیشه در قرآن کریم میگه یا ایها الناس. ناس تعبیر قرآن شریف و هدف خداوند جل جلاله از آوردن این کلمه که یا ایها الناس انسان است،
یا ایوه الناس این ناخلقناک من ذکریم و اونسا. ای انسان، ما تو رو از زن و مرد آفریدم. و ایمانا که انسان مختص به مردها نیست که فقط مردهای افغانستان و مردهای دنیا انسان باشه. زنها هم انسان است. ولی فضایی را که ما در خانه برای زندگی ایجاد کردیم، فضای انسانی برای زنها نیست. وقتی شما میبینین که یک دختری، یعنی مردم ما خیلی سطحی فکر میکنن. 1400 سال پیش در شبه جزیره به نام عربستان سعودی، دین مقدس اسلام و ائمه اطهار، حضرت پیامبر گرامی اکرم که آخرین و آخرین پیامبر خدا و کاملترین دین برای مردم ابلاغ کردن، اینا در شرایطی زندگی میکردن که زن بانوان یک انسان نبود. زن اگر زندگی میکردن بانوان یک برده بود که برای بردگی چقدر اسلام مبارزه کرده. و همچنان دختری که به دنیا آمد زنده به گور میشد در زمان جاهلیت عرب. بناهن دین مقدس اسلام یک سری اشارات بسیار کلی داشته. طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه. باز دنبالش بلا فاصله مگه اطلب العلم من المهد الی اللحد. بازم اشاره میکنه که اطلب العلم ولو بسین. یعنی طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. باید درس بخونه. خب اساس همیست که قانون اساسی افغانستان تعلیمات تا کدام حد اینا اجباری حتی. فکر میکنن که دولت افغانستان مکلف هست تعلیمات ثانوی حتی بتونه اینا اجباری بکنه. مکتب تشویق بکنن، امکانات و تسهیلات مسئولیت دولت افغانستان هستن. و از طرف دیگه دین اسلام اشاره میکنه که دانش بیاموز ولو در چین باشه. اونجا نگفته که قید کده باشه که مردها فقط برن، زنها نره در چین. در سابق چین دورترین نقطه دنیا بود. و اشاره میکنه که دانش بیاموز از گهواره تا گور. یعنی تا زمانی که نمردی، به این معنی که برای تحصیل علم و دانش هیچ زمان و مکان محدودی وجود نداره. امروزه ما خود به عنوان مسلمان دختر تا صنف 6 به بالای اجازه نمیدیم برش که درس بخونه. میگیم جوان شده دیگه نخونه مکتب، بدنامی میشه. به هر چی ما نگاه جنسی داریم نسبت به زن که میشه، همیشه مسائل جنسی در ذهن ما خطور میکنه. اگر کسی طرف یک خانم به یک کوچه نگاه بکنه، گیرم از طرز لباسش خوشش میآید یا از طرز رفتارش، یا خوشش نمیآید طرفش متعجب نگاه میکنه. مردها اگر ببینه فکر میکنه که حتما نگاه جنسی داشته، فکر میکنه که با این آدم کدام موضوعی بد اخلاقی را در جریان بگذاره. یعنی نگاه ما نسبت به زن نگاه ابزاری است. فکر میکنیم که زن فقط برای اینکه برای خوشگذرانی های مرد باشه، در اختیار مرد باشه، طفل به دنیا بیاره و مرد خوش نگاه بکنه، در خانه لباس مرد بپوشه، آشپزخانه پاک بکنه، پخت و پز بکنه. یعنی می نگاه نگاه ابزاری است به زن. یعنی نگاهی که ما زن یک وسیله فکر میکنیم. و از طرف دیگه به زن اعتماد نداریم. این بسیار خطرناک است. ممنون شما خانم سلطانی. اگر چیزتان باشه یک تماس پاسخ میگیم، بعدم به اینکه چطور میتونیم ما از این دیدگاه بیرون شویم حرف شما را میداشته باشیم. بنده ما روی خط هستن. سلام به شما. سلام علیکم. تشکر از شما، از برنامه خوبتان، از استاد محترم تشکر میکنم. ممنون شما. بفرمایید. بله صدای شما را داریم. بله سلام علیکم. تشکر از شما، از برنامه خوبتان. سلامت باشین. صدای تلویزیونتان را پایین کنین. بفرمایید. خوشنود علیه جناب که گفتین از استاد محترم خواهشمندیم که راجع به ازدواجی گرفتین اجباری یا دمی عروسی سرسامات سرسامواری که زیاد است، این مصارف هایی که زیاد است، بیاردم بروده ایست مصرف هایی خیلی زیاد در فروش زنا، راجع خوشتن در فروش زنا از چیزی باید بگویم که با این مرگی از فرهنگ ممنون شما که در برنامه اشتراک کردیم. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. یک میان برنامه میگیریم، برمیگردیم. ادامه برنامه است. ممنونتان هستم که با ما هستین و تا این دم برنامه را دنبال میکنین. از شما درخواست میکنم در ادامه نیز با ما باشین. حرفای بیننده ما را شنیدین. پاسخ شما. برادر ما اشاره بسیار خوبی داشتن در رابطه با ازدواج های اجباری. ازدواج های اجباری و زیر سین یکی از واقعیت های بسیار تلخ و دردناک جامعه امروزی زنان افغانستان هستند. گرچه که در شهرهایی که
قبلا شکایت ثبت میکردیم یک کمی آمار ازدواج های اجباری پایین آمده، چون کمیسیون در رابطه خیلی مقاومت کرد. ما ده ها قضیه را حتی در شب عروسیشان از طریق دولت و فشار پلیس فسخ ساختیم. ترساندیم، گفتیم بندی میشید، زندانی میشین، یه گناه هست، اولادتان رو قربانی میکنین. بسیار به سختی این مسائل ما کوشش میکنیم که جلویشان رو بگیریم، اما صدها قضیه است که بعد از وقوعش ما اطلاع پیدا میکنیم. متاسفانه زمانی که شرازی خانوادگی از هم میپاشه ما اطلاع پیدا میکنیم و یک وقت بسیار دردناک در زندگی زنان افغانستان ازدواج های اجباری و ازدواج های خردسن است. دخترانشان به سنین بسیار خرد به ازدواج میتن. منبع فساد در خانواده، منبع بدبختی ها در خانواده و در اجتماع ازدواج های اجباری است. زمانی که یک کسی را اینا خودشان خوششان میآیند و دخترشان مجبور میکنن که با این مرد و این پسر ازدواج بکنه، جنجال و کشمکش این زمین جو شروع میشه. اینا آمادگی برای همچو ازدواج نیستن، برای فعالیت های زناشویی، یعنی چون امی معامله به طب دلشان نبودن و رضایت نداشتن، هر نقطه و هر ثانیه زندگی رو اینا به اجبار به پیش میبرن و این مسئله باعث کشمکش، باعث نزاع، باعث جنگ، باعث درگیری های فیزیکی، خشونت های اقتصادی و خشونت های روانی که حتی زن منزعی می سازن و سرانجام یا زن بی سرنوشت میشه، به خانه پدرش میمونه، میگه مویت مثل دندان های سفید شوه، طلاق هم نمیتم، نه طلاق نه نفقه، برو به خانه پدرت باش. و یا هم طلاق اگر میتن اید خانه پدرم جای نداره متاسفانه، چون پدرش گفته که با لباس سفید که از خانه برآمدی با لباس عروسی و تو برای باید با کفن سفید از خانه شوهرت برایی. موضوع زن موضوع تابویی هست در جامعه افغانستان. طلاق بسیار یک مسئله ننگ شمارده میشه، چون خانواده ها گاهی بسیار پایینی دارن نسبت به حقوق زنهایشان و دخترانشان و یا به این مسئله خیلی اهمیت قائل نیستن. و یا هم بعضی مردها که مسئله طلاق خیلی برشان سخت هستن، فکر میکنن که اگر همین ناموس ما، ملکیت ما، مال ما، منال ما بوده و ایر یک کسی دیگه ازدواج کنه و ای به خانه کسی دیگه بره، وای از او روز برشان بسیار سخت است. به یک رقم یک محکمه خانگی اینا برگزار میکنن، به یک شکل زمینه سازی میکنن و خانمشان به قتل میرسن. ممنون شما خانم سلطانی برای اینکه ذهنیت ها در افغانستان در مقابل زنان تغییر کنن. هنوز بیشتر مردم به خصوص مردا زن به عنوان جنس دوم میشناسن و در موارد بسیار دیده شده که مورد اقارت قرار میگیرن. این ذهنیت در بیشتر خانواده روشن فکر هنوز جریان داره. برای اینکه ذهنیت تغییر کنه چه کاری لازم است؟ برای تغییر ذهنیت و برای از یک باورمندی مردم نسبت به حقوق بشری زنان حاکم شوه، ما هنوز هم راه طولانی در پیش داریم. تنها اطلاع رسانی کافی نیست. اطلاع رسانی خوب وظیفه ما و شما هست، اما فرهنگ سازی باید شوه. ادارات دولتی، ادارات زیربط در این زمینه برنامه های بسیار مؤثر را باید روی دست بگیره. نه تنها یکی دو برنامه، سیمینار های آگاهی‌دهی باید در قرا و قصبات افغانستان برگزار شود. حج اوقاف افغانستان مسئولیت بسیار کلیدی داره. اینا اگر یک گپ اشتباهی را هم بگوین مردم قبول میکنن، اما خوب است که هیچ وقت اشتباه نگوین، همیشه باید راست بگوین و مسئولانه عمل بکنن. یا فقط زمانی که از منابر مساجد تبلیغ میکنن، اینا چیزای منفی را برای تخریش اذهان مردم، برای از یک ذهنیت مردم خراب بکنه صحبت میکنن. زنا را به خانه بشونین، زنا نباید موهایشان رو نامحرم ببینن، زنا باید صدای پایشان رو کسی نشنوند، زنا باید همیشه به خانه باشن، اینا رو اجازه ندین به بیرون از خانه کار بکنن. بعض از علمای افغانستان متاسفانه از تریبون ها همیشه همچو مسائل رو اینا چی میکنن، در خوری مردم میندازن، اینا رو همیشه ذهنیت مردم اینا به بیراه هم میبرن و این مسئله تاثیر بسیار منفی داره بالای روح و روان مردم، بالای باور مردم، بالای ذهنیت مردم. خوب است که اینا آگاهانه تبلیغ بکنن، چون این مسائل آینده بسیار خطرناک داره و مبارزه با این مسئله تنها به این میشه که ما زنان به خانه بشانیم، این فساد بیشتر میشه. چون اگر امروز برای 20 سال دیگه ما زن به خانه بشانیم، سال 21 مجبور زنها باز از خانه میبرایم. او زمانی که برآمد، باز اگر مردها یک چشم داره، یک مرد دو چشم داره، دو تا دیگه قرض میکنه. فساد هم هر قدر که ما انتظار داشته باشیم اتفاق میفته. زنها دوباره بازار وضعیت موجی است، زنها محدود میشن. 20 سال که یک زن به خانه باشه، بسیار یک ضربه کلان را متحمل میشه، جامعه معاقب میمونه. ما به توسعه نمیرسیم، ما به انکشاف نمیرسیم. و اگر ما بخوایم که محیط خانواده خود انسانی بسازیم،
یک خانواده سالم داشته باشیم، میتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم. اگر ما یک جامعه سالم داشته باشیم، میتونیم انکشاف داشته باشیم، میتونیم توسعه داشته باشیم. یعنی در واقع اما مثال ساده ای که مردم میگن یک پرنده با دو بال میتونه پرواز کنه، جامعه ما هم با حضوری و با اشتراک زن و مرد میتونه به یک جای برسه، به انکشاف و توسعه و بازسازی برسه. ممنون شما خانم سلطانی که در برنامه حضور پیدا کردین و به بیننده ما پاسخگو بودین. روز شما خوش، امیدوار هستم در برنامه های بعدی نیز تشریف بیارین تا در این مورد بیشتر حرف بزنیم. تشکر شما. بیننده عزیز، از شما نیز سپاسگزار هستم که با ما بودید. روزتان خوش، همچنان با یک باشین.